آقای نظری، رئیس سیاست خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان هستم. بفرمایید که سرنوشت این منشور مقاومت چی شده آقای نظری؟ هر چند وقتی میگن داره آماده میشه و تصویب شده و آماده شده و الان بیرون میاد و باز میره ناپدید میشه، چند ماه دیگه ازش خبر میشه. در قسمت منشور جبهه مقاومت ملی بحثای جریان داره، تقریبا اکثر متن نهایی شده و تنها بعض موارد مانده‌گونه‌ها باید سرش بحث صورت بگیره و به یک توافق نظر همه اعضای جبهه مقاومت ملی برسن تا این منشور به نشر برسه. اما یک چیزی که من برای شما اطمینان دادم، میتوانم که آن قریب انشالله به زودی نهایی خواهد شد و به نشر خواهد رسید. مشکل مثل ماجرای برجام سر بندهای از اونه، یا نه اینکه مشکل خیلی اساسی تر و اصولی تر از این حرفاست؟ های مثلا خب سر اکثر موارد که در مسوده منشور یا مسوده های منشور آمده است کنم اختلاف نظر وجود ندارد، اما چون جبهه یک جبهه هست که نظرات مختلفی وجود داره، دیدگاه های مختلفی در جبهه وجود داره، زمان به بحث و زمان به رسیدن به یک اجماع نیاز بود. بحث های جدی در قسمت آینده افغانستان، در قسمت موارد کلیدی که باید اتخاذ می شد بعنوان دیدگاه رسمی جبهه مقاومت ملی، و دیگر ما یک مدت زمانی را نیاز داشتیم که دیدگاه های مردم را جمع می کردیم. جبهه مقاومت ملی با این باور نیست که تنها یک جمع کوچک جمع شوند و تصمیم بگیرند برای آینده کشور. ما از طریق سازوکارهای مختلف دیدگاه های مردم جمع کردیم، از اقشار مختلف، از زنها، از مردها، جوانها، پیرها، از روشنفکرها و از دیگر اقشار جامعه، تا یک چیز جامعه به وجود بیاید و قابل قبول برای اکثریت مطلق مردم افغانستان باشد.